حجعی نبی باب اول در روز اول ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه کلام خداوند به واسطه حجعی نبی به زرو بابل بن شعل تئیل والی یهودا و به یهو بن یهو رئیس کهنه رسیده گفت یهوه سبایوت تکلم نموده چنین میفرماید این قوم میگویند وقت آمدن ما یعنی وقت بنا نمودن خانه خداوند نرسیده است پس کلام خداوند به واسطه حجعی نبی نازل شده گفت آیا وقت شماست که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند پس حال یهوه سبایوت چنین میگوید دل خود را به راه های خیش مشغول سازید بسیار کاشته اید و اندک حاصل می کنید می خورید اما سیر نمیشوید. مینوشید، می نوشید لیکن سیراب نمیگردید. رخت می پوشید اما گرم نمیشوید و آنکه مزد میگیرد، مزد خیش را در کیسه سوراخ دار می گذارد. پس یهوه سبایوت چنین میگوید. دل خود را به راه های خود مشغول سازید به کوه برآمده و چوب آورده خانه را بنا نمایید و خداوند میگوید از آن راضی شده جلال خواهم یافت منتظر بسیار بودید و اینک کم شد و چون آن را به خانه آوردید من بر آن دمیدم یهوه سبایوت میپرسد که سبب این چیست سبب این است که خانه من خراب میماند و هر کدام از شما به خانه خیش می شه تابید، از این سبب آسمان ها به خاطر شما از شبنم باز داشته می شود و زمین از محصولش باز داشته می گردد. و من بر زمین و بر کوها و بر قله و اسیر انگور و روغن زیتون و بر هر آنچه زمین می رویاند و بر انسان و بهایم و تمامی مشقتهای دستها خشک سالی را خواندم. آنگاه زروبابل بابل بن شعلت ایل و یهوشع بن یهو صادق رئیس کهنه و تمامی بقیه قوم به قول یهوه خدای خود و به کلام حجعی نبی چنان که یهوه خدای ایشان او را فرستاده بود گوش دادند و قوم از خداوند ترسیدند و حجعی رسول خداوند پیغام خداوند را برای قوم بیان کرده گفت خداوند میگوید که من با شما هستم و خداوند روح زرو بابل بن شعلت ایل والی یهودا و روح یهوشع بن یهو صادق رئیس کهنه و روح تمامی بقیه قوم را برانگیزانید تا بروند و در خانه یهوه سبایوت خدای خود به کار پردازند. در روز بیست و چهارم ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه این واقع شد. حجعی نبی باب دوم در روز بیست و یکم ماه هفتم کلام خداوند به واسطه حجعی نبی نازل شده گفت. زرو بابل بن شعلت ایل والی یهودا و یهوشع بن یهو صادق، رئیس کهنه و بقیه قوم را خطاب کرده بگو کیست در میان شما که باقی مانده و این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد پس الان در نظر شما چگونه می نماید؟ آیا در نظر شما ناچیز نمی نماید؟ اما الان خداوند می گوید ای زرو بابل قوی دل باش و ای یهوشع بن یهو صادق رئیس کهنه قوی دل باش و ای تمامی قوم زمین قوی دل باشید و خداوند میفرماید که مشغول بشوید زیرا که من با شما هستم قول یهوه سبایوت این است بر حسب کلام آن عهدی که در حین بیرون آوردن شما از مصر با شما بستم و چون که روح من در میان شما قایم می باشد، ترسان ما باشید. زیرا که یهوه سبایوت چنین میگوید، یک دفعه دیگر و آن نیز بعد از اندک زمانی آسمان ها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهم ساخت و تمامی امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمعی امت ها خواهند آمد و یهوه سبایوت میگوید، که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت یهوه سبایوت میگوید نقره از آن من و طلا از آن من است یهوه سبایوت میگوید جلال آخر این خانه از جلال نخستینش عظیمتر خواهد بود و در این مکان سلامتی را خواهم بخشید قول یهوه سبایوت این است در روز بیست ماه نهم از سال دوم داریوش کلام خداوند به واسطه حجعی نبی نازل شده گفت یهوه سوایوت چنین میگوید از کاهنان درباره شریعت سوال کن و بپرس اگر کسی گوشت مقدس را در دامن جامعه خود بردارد و دامنش به نان یا آش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراک دیگر برخورد آیا آن مقدس خواهد شد و کاهنان جواب دادند که نی پس ای پرسید اگر کسی که از میتی نجس شده باشد یکی از اینها را لمس نماید آیا آن نجس خواهد شد و کاهنان در جواب گفتند که نجس خواهد شد پس حجئی تکلم نموده گفت خداوند می‌فرماید این قوم همچنین هستند و این امت به نظر من همچنین می باشند و همه اعمال دستهای ایشان چنین است و هر هدیه‌ای که در آنجا میبرند برند نجس می باشد و الان دل خود را مشغول سازید از این روز و قبل از این پیش از آن که سنگی بر سنگی در هیکل خداوند گذاشته شود در تمامی این ایام چون کسی به توده بیست من می آمد فقط ده من بود و چون کسی به میخانه می آمد تا پنجاه رتل از آن بکشد فقط بیست رتل بود و شما را و تمامی اعمال دستهای شما را به باد سموم و یرقان و تگرگ زدم لیکن خداوند میگوید به سوی من بازگشت ننمودید الان دل خود را مشغول سازید از این روز به بعد یعنی از روز بیست و چهارم ماه نهم از روزی که بنیاد هیکل خداوند نهاده شد دل خود را مشغول سازید آیا تخم هنوز در انبار است و مو و انجیر و انار و درخت زیتون هنوز میوه خود را نیاورده اند؟ از این روز برکت خواهم داد. و کلام خداوند بار دوم در بیست و چهارم ماه بر حجعی نازل شده گفت زرو بابل والی یهودا را خطاب کرده بگو من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت و کرسی ممالک را واژگون خواهم نمود و قوت ممالک امتها را حلاک خواهم ساخت و عرابه ها و سواران آنها را سرنگون خواهم کرد و ها و سواران آنها به شمشیر یکدیگر خواهند افتاد یهوه سبایوت میگوید در آن روز ای بنده من زرو بابل بن شعلت ایل تو را خواهم گرفت و خداوند میگوید که تو را مثل نگین خاتم خواهم ساخت زیرا که من تو را برگزیده ام Jahová szabo jut